بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه علیها السلام که امشب شب شهادت اون حضرت هست، خدمت همه مردم عزیز و بزرگوار ایران، عشاق خاندان رسالت، همه شیعیان و همه مسلمانان تسلیت عرض می‌کنیم. انصافا وجود فاطمه زهرا علیها السلام و همچنین مولا امیرالمومنین دو معجزه انسانی بزرگ پیامبر عظیم الشأن اسلام بود. یعنی اگر بگیم پیامبر اسلام که این همه معجزات داشت که در رأسش قرآن مجیده، اگر هیچ معجزه پیغمبر نداشت جز تربیت دو نفر، علی ابن ابی طالب و فاطمه بنت الرسول، اگر فقط این دو نفر رو پیغمبر تربیت کرده بود و هیچ معجزه‌ای نداشت، برای رسالت پیغمبر، عظمت پیغمبر، اتصال پیغمبر به آسمان کافی بود. و واقعا این دو نمونه، البته پیامبر شاگردان فراوانی رو تربیت کرد، انسان‌های والایی رو در مکه و مدینه تربیت کرد، اما این دو وجود عزیز جزو معجزات بزرگ پیامبر عظیم الشأن اسلام و فاطمه اطهر همون کسی است که فرزندانی رو به جامعه تحویل داد، جز چون امام حسن مجتبی علیه السلام که او باعث وحدت امت، صلح امت، نجات امت، و حضرت ابی عبدالله الحسین که او باعث نجات دین از انحراف و هدایت راستین مردم در راه صواب شد، و خب اون شیرزن کربلا و همچنین حضرت ام کلثوم که هر دو بیانگر حادثه کربلا و تونستن واقعیت حوادث رو برای مردم جهان روشن و آشکار بسازن، که فرمود اما ابنتی فاطمه فانها سیدت نساء العالمین من الاولین والآخرین. دیگه بانویی بلند مرتبه تر از صدیقه کبرا حضرت فاطمه زهرا علیه السلام ما در تاریخ بشریت نداریم، همونطور که پدر بزرگوارش هم بزرگترین انسان و اشرف مخلوقات عالم بود در همه تاریخ بشریت و انسانیت. انشاءالله همه ما بتونیم پیرو راه پیامبر، شاگردان پیامبر، ائمه هدا و فاطمه اطهر سلام الله علیهم اجمعین باشیم. و من امیدوارم در این ایام که خب احترام به حضرت صدیقه کبرا و عزاداری بر همه ما به عنوان یک سنت همواره ما اجرا می کردیم، امسال هم اجرا می کنیم، امسال همه ما موظفیم که در کنار این مستحب بزرگ یک واجب بزرگ رو هم مراعات بکنیم، و اون مراعات پروتکل هاست. و باید بدونیم روح پیغمبر و ائمه هدا زمانی شاد میشه که ما به وظیفه شرعیمون و عقلیمون و واجبمون به خوبی عمل کرده باشیم. و امروز هم حفظ حیات خودمون بر ما واجبه، هم حفظ حیات دیگران و مردم بر ما واجبه. نباید موجب بشیم جان خودمون به خطر بیفته، لا تلقوا بأیدیکم الا التهلکه، نباید بذاریم خدای ناکرده جان دیگری در خطر قرار بگیره. هر دوی اینها برای ما وظیفه است و واجب است. انشاءالله مردم ما هم در عزاداری حضور خواهند یافت، هم همه پروتکل ها رو مراعات میکنند که اجر و ثواب مضاعف انشاءالله شامل حال اونها بشه. خوشحالیم الحمدلله که ما در یک شیب متناسبی امروز شاهد کاهش هم ابتلا هستیم، هم کاهش مرگ و میر هستیم، از اینکه ما بیش از یه هفته است که در مسیر مرگ دو رقمی قرار گرفتیم. از این نظر خب برای ما افتخارآمیزه، خب گرچه همون دو رقم هم خیلی زیاده و باید
برسیم به نقطه صفر انشاءالله یه روزی. اما در این حال خب کار بسیار بزرگی رو ما شاهد هستیم، کادر درمان ما کار عظیمی رو انجام داده، مدیران کشور کار بزرگی انجام دادن و از همه مهمتر خود مردم که همه پروتکل ها رو مراعات کردن و کار بزرگی الحمدلله امروز انجام گرفته. من تاکید میکنم بر این که خب زحماتی که کشیده شده و امروز ما اعلام میکنیم بخشی از کشور وضعیت آبی داره، بخشی از کشور وضعیت زرد داره، یعنی شرایط نسبتاً متناسبی دارن، این به مفهوم اون نیست که ما پروتکل ها رو ضعیف بکنیم یا مراعات نکنیم. همه بازگشایی ها در صورتی مفیده که توأم باشه با همه دقت در اجرای همه پروتکل ها، ولی اگر اجرا نشه پروتکل ها یا ضعیف بشه یا فکر کنیم دیگه این بیماری تمام شده، دو مرتبه ما گرفتار میشیم و وارد فاز بعدی میشیم. خب ما دیدیم این بیماری در طول این مدت 11 ماه فراز و نشیب داشت، به هر حال گاهی اوج گرفت گاهی آمد پایین. هر جا که مردم همه مراعات کردند ما تونستیم کنترل بکنیم، هر جا این مراعات مورد تردید قرار گرفت مردم گفتن حالا دیگه لازم نیست، بیماری ضعیف شده تمام شده، دچار مشکلات زیادی شدیم. ما در واقع در زمینه مشاغل الحمدلله مشاغل و کسب و کار دارن مراعات میکنن، یعنی همه دستورالعمل‌ها رو داره اجرا میشه. اگر هم یه جایی مراعات نشه خب شدید برخورد میشه، یعنی حتی پلم میشه، بسته میشه، یعنی شدیداً برخورد میشه. در مسائل اداری هم تقریباً مراعات میشه، هم در ادارات مراعات میشه، هم خب اونجایی که لازمه ما برخی از ادارات رو میگیم کارا رو به صورت دورکاری انجام بدن، یه سوم، دو سوم، نصف در شرایط مختلف مهار کردیم و کنترل کردیم اینها رو. در مسئله آموزشی هم ما گرچه به آموزش نوجوانها و جوانهای ما لطماتی وارد شده، اما به خاطر پروتکل، به خاطر حفظ حیات و جان مردم و همچنین دانش آموزان و معلمین و اساتید، در واقع آموزش رو به یک نحوی، آموزش حضوری رو تقریبا میتونیم بگیم به حالت تعطیلی در آمده در طول این 11 ماه. حالا به صورت مجازی از حضوری هم خیلی محدود به هر حال داره انجام میگه. پس اینا رو همه ما انجام دادیم و داریم انجام میگه. دو موضوع هست که مهمه، یکی در بحث مسائل مربوط به فرهنگی و مذهبی هست. خب امور فرهنگی، امور مذهبی گاهی تعطیل شده، گاهی باز شده، گاهی گفتیم نماز جمعه نباشه، گاهی گفتیم آزاده با پروتکل، گاهی گفتیم مثلا این مرکز تفریحی بسته بشه، گاهی گفتیم باز بشه با پروتکل، گاهی گفتیم مثلا تئاتر و سینما باز بشه، گاهی گفتیم بسته بشه. این جایی است که ما در لبه قرار داریم و باید خیلی در این زمینه مراعات بکنیم. میتونه اینا باز بشه به شرط اینکه 100% مراعات بشه، میتونه بازم برای ما خطرناک باشه اگر خدای ناکرده مراعات نکنیم. پس این مورد از مواردی هست که حاشیه داره و ما کاملا باید مراقبت بکنیم. یه گزارشاتی هم در این جلسه داده شد که در بعضی از شهرها حالا یا برای مراسم دینی و مذهبی یا برای مراسم گردشگری همه اصول و همه ضوابط مراعات نشده، اظهار نگرانی شد. واقعا هم نگرانی داره، ما در همه این موارد باید مراعات بکنیم. مورد دیگری که باید کامل مراعات بشه مسئله اجتماعات و تردداست. البته اجتماعات مردم خیلی دارن مراعات میکنن، در حالا الان این ایام، ایام عزاست، بعدش هم خب میرسیم به آخر ماه و ایام میلاد حضرت صدیقه کبرا و ماه رجب و شعبان و ماه عروسی هاست. برها انشاءالله مردم اون هم مراعات میکنن. اینجا تو این مسئله
تردد افراد، تردد درون شهری، برون شهری و حضور در اجتماعات خانوادگی و دورهمی ها یا مراسمی که به وجود میاد، اینجا باید خیلی ما مراعات بکنیم. دو مرتبه این لب مرزه که ما رو ممکنه بلغزانه و خدای ناکرده ما مواجه شیم با یک خطر دیگری. در این جلسه ما مسئولین محترم بهداشتی، مخصوصا وزیر محترم بهداشت آقای دکتر نمکی، اظهار نگرانی میکرد نسبت به آینده، نسبت به اینکه ممکنه ما مبتلا به موج چهارم بشیم در صورتی که مراعات ها ضعیف بشه، در صورتی که پروتکل ها 100% اجرا و پیاده نشه. خب وقتی مسئولین ما اظهار نگرانی میکنن، خب نگرانی وجود داره که اظهار نگرانی میکنن، خب به دلایل و شواهدی که دارن میبینن، به هر حال گفت اونی که در آینه میبینه آدم با تجربه در خشت خام میبینه، حالا یه عده باید ببینن تختا پر شده، یه عده قبلش میبینن، از همون وقتی میبینن مراد نمیشه میدونن دو هفته دیگه هجوم به بیمارستان شروع میشه، چند هفته دیگه خدای ناکرده به آرامستان شروع میشه. پس بنابراین این اظهار نگرانی که داره انجام میگیره اظهار نگرانی به حقه. سه تا دلیل داره که این نگرانی به حقه، غیر از این که حالا خود این ویروس در ایران که ریشه‌کن نشده وجود داره و فعال هست. یک نگرانی، نگرانی این ویروس موتاسیون یافته است که حالا چه در داخل ممکنه این موتاسیون انجام بگیره، چه ممکنه ویروس موتاسیون یافته بیرون وارد شه، یکی از خارج وارد شه و ورداره بیاره. خب این نگرانی وجود داره. ما امروز میبینیم در آمریکا، در اروپا با چه مشکل عظیم و بزرگی مواجهن. البته خب ما برای اونها هم متاسفیم و نگرانیم، هر انسانی در دنیا از بین بره ما متاثر میشیم و متاسف میشیم، فرق نمیکنه، همه انسانها انسان هستند و برای ما مهمه که کمک کنیم هر کجایی که ما میتونیم کمک بکنیم و متاسفیم اونجایی که نمیشه به هر حال کمک کرد. اما در این حال این مشکل ممکنه پیش روی ما هم باشه، نمیتونیم بگیم ما یک شرایطی داریم کاملا جدای از شرایط دنیا، نه، ممکنه این ویروس بیاد و ما رو مبتلا کنه. پس یک نگرانی، نگرانی ویروس موتاسیون یافته است، این یک نگران. نگرانی دوم نگرانی زمستانه، سردی هوا، اینکه به هر حال درها بسته میشه، همه میرن توی یه جایی جمع میشن، این سرما هست، این نگرانی هم هست، تا آخر زمستان ما این نگرانی رو داریم. و مسئله سوم وضع هواست. خب هوا وقتی که هوا ساکن میشه، باد نیست، بارون نیست و سرد هوا، وارونگی اتفاق میفته. وارونگی هوا که اتفاق میفته، هوا نامساعد میشه. هوای نامساعد کمک میکنه به ویروس، کمک میکنه به بیماری از جهات مختلف. و بنابراین به این سه دلیل ما این ایام باید بیشتر مراعات بکنیم. ما امروز هم تأکید شد در جلسه راجب مجالس سوگواری که به پا میشه، باید کاملا مراعات بکنیم. همه شهرها، ما، من خواهش بکنم همه مراعات بکنن، و اون جاهایی که مراکز دینی است، مراکز مذهبی است، خب توقع ما بیشتره، اونا باید بیشتر از دیگران مراعات بکنن. اون جاهایی هم که مراکز تفریحیه، اونم به هر حال مردم باید همهشون مراعات بکنن در این زمینه که این مسئله مهمه و خب میتونه مشکل برای ما درست کنه. و همچنین امروز ما تصمیم گرفتیم برای مراسم 22 بهمن که پیش رو داریم، به هر حال چند هفته آینده، این هم بحث شد که به هر حال به دلیل شرایطی که ما داریم با یک شرایط خاصی امسال باید این مراسم برگزار بشه، عمدتاً توسط به صورت نمادین و به صورت خودروی و موتوری، که حالا توضیح داده میشه، مصوبه ابلاغ میشه این مصوبه و انشالله به دقت اجرا میشه که انشالله هم مراسم ما داشته باشیم برای 22 بهمن، هم به گونه ای نباشه که انشالله مشکلی برای مردم و جمع ما اتفاق بیفته. یک بحثی هم ما داشتیم که حالا بعد دوستان توضیح مفصل تر میدن راجع به واکسن. ما در
چند مرحله باید بریم دنبال واکسیناسیون. اولیش در زمستان امساله، یعنی ما همه تلاشمون رو داریم انجام بدیم که در سال 99 واکسیناسیون در ایران شروع بشه و انجام بگیره و اونایی که شرایط پرخطری دارن، کادر درمان هستن، بتونن از این واکسن در امسال استفاده کنن، نه در سال 1400. در سال 1400 هم باز واکسن‌های دیگری داریم، واکسن‌هایی که ما خریداری کردیم از کوواکس، اونم ممکنه آخر امسال یا اول سال آینده به دست ما برسه، ما بتونیم استفاده کنیم. واکسن‌های دیگری هم که ما خریدیم اونها هم به دست ما میرسه. یک واکسنی هم هست که با کمک یک کشور دیگر مشترکاً ما داریم در واقع نهایی میکنیم، به اسم پاستور این واکسن در اختیار مردم قرار خواهد گرفت، اونم مربوط میشه به بهار سال آینده. واکسن‌های دیگر داخلی هم ما داریم که دو موردش مجوز تست بالینی صادر شده، اونام عمدتاً مربوط به تابستان سال آینده میشه، بعد بهار، آخر بهار، تابستان. انشاءالله ما امیدواریم در مراحل مختلف زمستان، بهار و تابستان به تدریج واکسن‌های مورد نیاز در اختیار مردم قرار بگیره و انشاءالله از این موزل فاصله بگیریم. باز هم من مثل هفته گذشته تأکید میکنم واکسن هم در اختیار باشه، واکسیناسیون هم انجام بگیره، همچنان ما برای یک برهه زمان باید پروتکل‌ها را همچنان مراعات کنیم، چون اثر واکسن‌ها هنوز معلوم نیست، باید آثارش روشن بشه برای ما. انشاءالله امیدوارم به کمک همدیگر بتونیم از این موزل به خوبی عبور کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.